سلام، اگه شما دوست دارین یه دونه مته دستی درست کنین که فقط و فقط با یه دونه باتری کتابی و یه دونه آرمیشر کار میکنه و اینجوری روشن میشه و با یک کلید روشن میشه و با یک کلید خاموش میشه، قدرت خیلی خیلی زیادی داره، و خیلی راحت میتونین باش برشکاری انجام بدین بدون اینکه حتی موتور وایسته. حتما تا آخر ویدیو همراه من باشین تا اینشو یاد بگیرین. بزن بریم بر سافتش، لتس گو. من آریا هستم و به ویدیو جدید دیگه خوش اومدین. امروز قراره با یه دونه موتور دی سی که یه دونه خازنه 1000 میکروفارادیه 16 وولت بهش وصل شده و پای منفیش اینجا و پای مثبتش اینجا، یه دونه مینی پرز درست کنیم. یه دونه موتور نیاز داریم، باید دونه خازن که بهش وصل شده، یه دونه باتری 9 وولت توشیبا از این باتری های کتابی، یه دونه از این کلیت های سویچی و یه دونه هم سری موتور که مال اینا دیویدی رایتر ها و سی دی رام های کامپیوتر هستن که این وصل میشه به سری موتور. اینو میتونین از این طور از اینا درشون بیارین، از این دیویدی رایتر ها من درش آوردم، حالا موتورش هم میتونین از اونجا در بیارین. اولین کاری که باید بکنیم روی این باید دونه تیغه، چاقو یا هر چیز دیگه بریم یه برش هایی درست کنیم که حالت دندونه دندونه بشه. این کار انجام میدم من با چاقو و میام بعد از اینکه به این صورت دندونه دندونه شد و حالت سنباده‌ای به خودش گرفت، حالا این سری رو به همین صورت به موتور دی سی خودمون وصل میکنیم و تو این مدل جایگیری میکنیم. خب حالا ادامه کار، باید این موتور دی سی خودمون روی این باتری خودمون به این صورت چسبش بزنیم و به صورت کلیدی پای منفی رو به صورت مستقیم وصل کنیم به این، پای مثبتش رو به صورت کلیدی اول سویچ وصل می‌کنیم بعد از سویچ وصلش می‌کنیم. اون کار انجام میدم، بیایم ببینیم چه شکلی میشه و کاربردش. خب شکلش به این صورت میشه، اینجا موتورمون قرار داره، این کلیدشه، به پای مثبت به صورت مستقیم خورده به پای مثبت خازن و موتور دی سی خودمون، پای منفی خورده به کلید و بعد از کلید هم خورده به پای منفی. حالا اگه کلیدو من فشار بدم همونطور که میبینین مته شروع میکنه یا پرز خودمون شروع میکنه به چرخید. یه نوع چوب میاریم ببینیم میتونه ببرش یا خیر از این زاویه. همونطور که میبینین خیلی راحت داره این چوبه رو میبره. و همونطور که ببینین از این برش میگم همونطور که میبینین خیلی راحت این چوبو میبره و یه قدرت خیلی خوبی داره به نظرم و راحت میتونین برشکاری کنین باهاش. حتی میتونین سرمته رو من خیلی ریز سنباده ای کردم، شما بیشتر سنباده ایش کنین و برش های بزرگتری بدین، برش های بهتری هم میده. مرسی اینجا همراه من بودین و اگر از این سر ویدیو خوشتون میاد حتما چنل من دنبال کنین، زنگوله و اینا هم یادتون رو تهیدی دیگه. خدا نگهدار.